فصل نهم. در واقع هیچ نیازی نیست که درباره وجوهی که به عنوان اعانه برای مقدسین فرستاده می شود برای شما بنویسم، زیرا می دانم که شما مایل هستید کمک کنید. من نزد مردم مقدونیه از شما تعریف کردم و گفتم که برادران ما در یونان از سال پیش تا به حال آماده کمک بودن و اشتیاق شما عده زیادی از آنان را برای این کار برانگیخته است. اکنون این برادران را پیش شما می فرستم و برای اینکه تعریفی که ما از شما کرده ایم سخنان پوچ نباشد، همانطور که من به ایشان قول داده بودم، آماده کمک به آنها باشید. و الا اگر اهالی مقدونیه همراه من بیایند و ببینند که پس از آن همه اعتمادی که به شما داشتم شما آماده کمک نیستید، ما در مقابل آنها شرمنده خواهیم شد تا چه رسد به شما. پس لازم دانستم که این برادران را وادار کنم که قبل از من پیش شما بیایند و هدایای شما را که وعده کرده بودید قبلاً آماده سازند، تا وقتی من به آنجا برسم آن اعانه آماده باشد و معلوم شود که بخشش شما از روی میل بوده است و نه به اجبار. به یاد داشته باشید، کسی که بذر کم بکارد محصول کم درو خواهد کرد و آنکه دانه بسیار بکارد محصول فراوان درو خواهد نمود. پس هر کس باید مطابق آنچه در دل خود تصمیم گرفته است بدهد و نه از روی بیمیلی و اجبار، زیرا خدا کسی را دوست دارد که با شادی می بخشد و او قادر است که هر نوع برکتی را به شما عطا فرماید تا همیشه به اندازه کفایت و حتی بیش از آن داشته باشید، تا بتوانید با سخاوتمندی در امور خیر و نیکو بذل و بخشش کنید. چنانکه کتاب مقدس می فرماید، خدا با سخاوت به نیازمندان می بخشد و خیرخواهی او تا به ابد باقی است. خدا که بذر را برای برزگر و نان را برای خوردن فراهم می سازد، بذر بخشندگی را برای شما مهیا و آن را چند برابر خواهد ساخت تا محصول کارهای خیر و نیکوی شما فراوان باشد. خدا شما را بسیار غنی می سازد تا شما از هر لحاظ سخاوتمند باشید و به این وسیله عده زیادی خدا را برای کاری که ما کرده ایم سپاسگزاری خواهند کرد. پس این خدمت ما نه فقط نیازمندی های مقدسین را تأمین می کند، بلکه موجب سپاسگزاری عده زیادی از خدا می گردد. این خدمت شما دلیل بر ایمان شماست و مردم خدا را برای آن شکر خواهند کرد، زیرا شما نه تنها به ایمان خود به انجیل مسیح اعتراف می کنید، بلکه آنها و دیگران را در آنچه دارید سهیم می سازید. و آنان این لطف بزرگی را که خدا به شما کرده است خواهند دید و با محبت و علاقه زیاد برای شما دعا خواهند کرد. خدا را برای بخشش غیر قابل توصیف او سپاس بگوییم.